احتمالا برای خیلی آمون پیش اومده که سیب زمینی رو سرخ میکنیم برای خرشت و یا دورچین و یا هر مورد دیگه ای و تا زمان سرو ظاهر خودش رو تردی و تازگیش رو از دست میده اگر میخوای از این به بعد به این شکل نشه و کیفیت خودش رو حفظ کنه پس با من همراه باش دوستان گلم سلام خیلی خوش اومدید و سپاسگزارم که این ویدیو رو برای تماشا کردن انتخاب کردید تا الان چند مدل سیب زمینی سرخ کردن رو خدمت تون آموزش دادم که برای مدت طولانی تردی و برشتگیشون رو حفظ میکنن و حتی حالت چیپسی دارن بریم این بار یه دستور خیلی راحتتر و زودتون سعیتر رو با هم همراه باشیم سیب زمینی ها رو ببینید به این شکل خرد کردم و داخل آب ریختم اگر مقدارش زیاده و یا سرعت عملتون کمه از همون اول داخل آب شروع کنید به خرد کردن بلافاصله داخل آب بریزه که رنگشون برنگرده. چند باری سیب زمینی ها رو زیر آب تمیز شسته که کاملا به این شکل آب شفافی داشته باشید و سپس سرکه اندازه ها رو دقیق زیر ویدیو می نویسم و نمک ترجیحا نمک دریا یا نمک هیمالیا نمک ترشی باشه لطفا نمک سفره استفاده نکنید باعث نرم شدن سیب زمینی ها میشه اگر نبود در دسترس نیست اشکال نداره نمک رو حذف کنید همون سرکه کافیه یه چند باری زیر و رو میکنم و خوب این نمک و سرکه به همه قسمت ها بره و سپس کاسه رو داخل یخچال میذارم تقریبا برای نیم ساعت تا چهل دقیقه بعد از گذشت زمان مورد نظر از داخل یخچال خارج کرده و تمیز سیب زمینی ها رو شسته و یه چند دقیقه ای کنار بذاریم که آب اضافه سیب زمینی ها بره و مثل تصویر داخل یک سینی بزرگ پهنشون میکنم و سیب زمینی ها رو تا اونجا که امکان داره خوب خشکشون میکنم اگر آموزش های قبلی که در رابطه با سیب زمینی سرخ کردن ارائه دادم رو تماشا نکردید لینک ها رو زیر این ویدیو برای دسترسی راحت تر میذارم میتونید تماشا کنید بعد از اینکه سیب زمینی ها رو خوب خشک کردم آرد و یا نشاسته به مقداری که کل سیب زمینی ها رو بپوشونه اگر میخواید ظرف دو سه ساعت سیب زمینی ها رو سرخ کنید نشاسته اگر نمیخواید برای مثلا شش ساعت و یا یک شب بمونه داخل فریزر آرد استفاده کنید ولی نکته ای که هست باید خوب سطح روی زمینی ها رو در هر حالت بپوشونید چون این زمینی ها خام هستن و نیمپز نشدن و قرار برن داخل فریزر بمونن رنگشون بر اضافه این آرد و یا نشاسه خیس رو میگیرم و یه مقدار دیگه مجدد آرد و یا نشاسته اضافه می که خیالمون راحت بشه سطح روی سیب ها کامل پوشونده شده چون من یه چهار پنج ساعتی فرصت نداشتم و میدونستم برای مدت طولانی قرار داخل فریزر بمونه یه بار دیگه اینها رو قشنگ آغشته کردم و داخل سه تا نایلون فریزر ریختم و به داخل فریزر انتقال دادم سعی کنیم اون آرد و یا نشاسه اضافه داخلشون نیاد و بتکونید و همچنین سیب زمینی ها رو فشرده نه خیلی معمولی داخل نایلون ها پر کنید نگید که الان من یک سطح صافش کنم که سریعتر داخل فریزر یخ بزنه نه دوستان از هیچ فشاری به سیب زمینی ها وارد نکنید ببینید به این شکل که به همدیگه نچسبن هوای داخل بسته ها رو میگیرم و درب بسته ها رو میبندم و میذارم داخل فریزر بلا فاصله دمای فریزر رو باید کمتر کنیم برخی از فریزرها این قابلیت رو دارن مثلا برای من یه قابلیتی داره وقتی یه ماده جدید میذارم و میخوام سریع یخ بزنه یه دکمه داره اون رو فشار میدم خودش بلا فاصله دما رو از منفی 18 به منفی 27 کاهش میده و خیلی سریعتر اون ماده جدیدی که گذاشتم یخ میزنه برای این مورد هم لازمه چون نمیخوایم رنگ سیب زمینی ها برگرده و تیره بشه چون اینها نیمپز نشده احتمالا اون روشی که سیب زمینی ها رو میایم نیمپز میکنیم داخل آب جوش باهاش خیلی ها آشنا هستن و اونجا هیچ ریسکی نداریم اما اینجا من باید بلافاصله دمای فریزرم رو کمتر کنم که زودتر یخ بزنن و این نکته رو باید توجه کنید یه نیم ساعت چه دقیقه اول دمای فریزر کاهش پیدا کرده و بعد خودش رو اتومات منفی 18 برمیگرده و یا دستی میتونید این کار رو انجام بدید بعد از یک ساعت و نیم دو ساعت که اینها خوب یخ زدن آماده سرخ کردن هستند حالا به خود روغن و یا به سیب زمینی ها میتونید یه مقدار نمک بزنید که خوشمزه تر بشن و در رابطه با اینجا حرارت خدمتون بگم اول که روغن خب داغ داغه ولی یه بخشی از این سیب زمینی ها رو که قرار دادم خب این دمای روغن شروع میکنه به پایین اومدن مخصوصا که یخم هستش اولا که تیکه تیکه یه هویی عالمه سیب زمینی نمیام بذارم ببین مثل تصویر کم کم اضافه میکنم و هی حرارت رو بالا میبرم بالا میبرم یکی دو دقیقه اول که این دما دمای یا این حرارت روغن کم نشه و بعد از دو سه دقیقه که خودشون رو گرفتن میام حالا حرارت رو کم میکنم که برای مدت طولانیتر اینها سرخ بشن و جالبش اینه که با این روش اینا خیلی سریعتر از حد معمول سرخ میشن و در زمانتون به این شکل میتونم بگم یه مقدار صرفه جویی هم میشه اگر عجله دارید میتونید مستقیم از داخل فریزر در بیارید و سریع هم سرخشون کنید خب حالا برای اینکه روغنشون رو بگیرم بشقابی که گلی هستش بشقاب آخر هست ببینید روغن خیلی کمتری روی دستون کاغذیش هست بر دوستانی که میگن خیلی چرب میشه و این دیسی که دارم قرار سیب زمینی ها رو هم نیفته داغ داغ خب به خاطر هم داخل دیس گذاشتم سری خنک بشه و این بشقاب اولی که بلا فاصله سیب زمینی ها رو گذاشتم قرار اون حجم روغن اولیه رو به مقدار خیلی زیادی بگیره خب بعد به داخل دیس انتقال میدم پخششون میکنم که داغ داغ رو هم نباشه خنک که به اون ظرف گلی انتقال میدم ببینید الان این بوشها به اول چقدر چرب و چیلیه و, و لایه دست مکاغذی گذاشتم که خوب تمام روغن رو کشیده و در این روش جالبه که سیبزمینی ها هر چقدر خونکتر میشن ترتر و برشته تر میشن از خواهی میکنم برای نشون دادن نتیجه و کیفیت کار یه مقدار با روح و روانتون بازی کردم جنس سیب زمینی که استفاده میکنید زرد باید باشه برای این دستو لطفا سیب زمینی که سفید هست استفاده نشه و ممکنه براتون سوال باشه آیا اون نشاسه و آردی که استفاده کردیم بعد از سرخ شدن روی سیب زمینی ها مشخصه بله یه مقدار مشخصه ولی به شکلی نیست که شما رو بخواد اذیت کنه یا خیلی به چشم بیاد اگر آموزش ها براتون مفیده ممنون میشم با لایک و اشتراک گذاری ازم حمایت کنید خدا نگهدار